به نام و یاد خداوند مهربان، سلام و عرض احترام دارم حضور شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امید است که خوب و خوش و سرحال باشیم در هر کجایی که قرار داریم و شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق دریچه معراج. امید است که تا اخیر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر دارم مشک نظریات نیک و سازنده خود را با ایدی تلگرام که زیرنویس صفحه تلویزیون شما خوبان قرار میگیره بر ما ارسال کنم. و تعداد از دوستان و عزیزانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم مشک درس ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم تا از درس سواد آموزی عقب نمانم. عزیزان بیننده، قبل از اینکه ما و شما درس جدید شروع کنیم یک مرور کوتاهی با هم دیگر داریم به درس قبلی. بیننده عزیز، سواد آموزان گرامی، قسمی که به جریان ما و شما به کلمات مشابه قرار داریم، حرف تا. در جلسه قبل ما و شما با همدیگر حرف تا را خواندیم، لغاتی که مربوط به تا یا تای دستدار بود خواندیم، تکرار کردیم و همچنین شما عزیزانم کارخانگی خور امیده که انجام داده باشیم، لغات قشنگ یاد گرفته باشیم و از شما عزیزانی که در خانه هم املا گرفته باشم. دوستان نایت عزیز، درس خود ما و شما شروع میکنیم کلمات مشابه، اما لغاتی که به حرف قین شروع میشه با هم دیگر میخوانیم مینویسیم. امید است که شما کتابچه و قلم داشته باشیم تا اخیر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم تا لغاتی که به حرف قین نوشته میشه اینا رو قشنگ و قشنگ یاد گیریم. بریم با هم دیگر عنوان درس خود مینویسیم. داریم عنوان درس ما و شما کلمات مشابه، حرف عین. خب عزیزان، میریم با هم دیگر از طریق سلاید لغات شروع میکنیم، شما میشه که تکرار کنیم و همچنین بنویسیم. داریم کلمات مشابه حرف قین. لغت معنی: آقا، بانو، بیبی. آغاز، شروع. آغشته، آمیخته شده با چیزی. اقضیه، قضا. اقراق، زیاده روی کردن در چیزی. عزیزان، داریم ما و شما آقا داریم. خود آقا، بانو، بیبی، برای خانم ها آقایی که به قین نوشته میشه اطلاق میشه و استفاده میشه. آقایی که به قاف نوشته میشه معمولا برای تایتل و القاب کی استفاده میکنیم؟ آقایون یا مردها استفاده میکنیم. پس آقا یاد شما باشه بانو، بیبی. آغاز، شروع، شروع کردن، میگیم آغاز میکنیم به نام الله پاک، شروع میکنیم. آغشته، آمیخته شده، مالیده شده. نمیگیم، میگیم دستم آغشته شده با فلان گیاه یا با فلان مواد. اقضیه، قضا. اقضیه خود قضا. اقراق، زیاده روی کردن. ما و شما نباید در چیزی اقراق کنیم، باید ما و شما همو حالت متوسط مد نظر گیریم، مگر در درس خواندن چیز خوبیه. خب دوباره تکرار میکنم بیننده عزیز، داریم آقا، بانو، بی بی. آغاز، شروع. آغشته، آمیخته شده با چیزی. اقضیه، قضا. اقراق، زیاده روی کردن در چیزی. دوستان نایت عزیز، میشه که از این سلاید شما عکس بگیریم یا یکی یاد داشت کنیم که بریم سلاید بعدی رو با همدیگر بخوانیم. بازم داریم کلمات مشابه حرف قین. لغت معنی: بغلان، نام یکی از ولایت ها. بلاغت، فصیح بودن، سخنوری. بلوغ، رشد، کمال. ترغیب، تشویق. تغافل، غفلت کردن. داریم بغلان. بغلان یکی از ولایت های زیبای کشور ما و شما افغانستان به نام بغلان میباشه. خود بغلان نام یکی از ولایت ها. بلاغت، داریم فصیح بودن، سخنوری. نمیگیم فلانی بسیار با بلاغت فصیح صحبت میکنه، یعنی یک سخنور بسیار خوبیه. بلوغ،
رشد و کمال. نمیگیم فلانی به بلوغ رسیده، یعنی منظور بلوغ فکری، یعنی فکر رشد کرده، ذهن رشد کرده، به کمال رسیده. بلوغ، رشد، کمال. ترغیب، تشویق کردن. ما باید عزیزانی که سواد ندارم یا کم سوادم، باید ما اونا رو چکار کنیم؟ ترغیب کنیم، تشویق کنیم که درس بخوانم، علم بیاموزم، باسواد شوم. داریم تقافل، غفلت کردن. نباید ما و شما در عبادت و در درس خواندن تقافل کنیم، چون زمانی که بگذره دوستا دوباره بر نمیگرده. پس فرصتی که داریم باید استفاده بینه نماییم. دوباره تکرار میکنم عزیزان، داریم بغلان، نام یکی از ولایت ها، بلاغت، فصیح بودن، سخنوری، بلوغ، رشد، کمال، ترغیب، تشویق، تقافل، غفلت کردن. میشه که عزیزان بیننده از این لغات شما عکس بگیریم یا یک یادداشت کنیم که بریم لغات بعدی رو با هم دیگر تکرار کنیم. خب داریم کلمات مشابه حرف غین، لغت معنی، تقضی، قضا خوردن، تقضیه، قضا دادن، تغزل، غزل گفتن، تغییر، تبدیل، جزغاله، یک نوع غذای وطنی. عزیزان داریم تقضی، قضا خوردن، کسی قضا میخوره تقضی میگم. داریم تقضیه، قضا دادن. ما باید میگه طفلا را تقضیه کنیم، یعنی قضا بدیم که اونا رشد کنم. داریم تغزل، غزل گفتن، شعر گفتن. تغزل، غزل گفتن، غزل. تغییر، تبدیل. نمیگیم من این تغییر میدم، یعنی تبدیل میکنم. داریم جزغاله، یک نوع غذای وطنی دیگه. اکثر هموطنا با این غذای معروف آشنایم، جزغاله. دوباره لغات رو با هم تکرار میکنیم. داریم تقضی، غذا خوردن، تقضیه، غذا دادن، تغزل، غزل گفتن، تغییر، تبدیل، جزغاله، یک نوع غذای وطنی. عزیز سلاید هم دوستان آیت عزیز میشه که عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم که بریم موارد بعدی رو با هم دیگر بخوانیم و بنویسیم. بازم در ادامه کلمات مشابه حرف غین قرار داریم. لغت معنی داریم جغد، پرنده، داغ، بسیار گرم، داغدار، مصیبت زده، داغ دیده، عزادار، دروغم، کذب، ناحق. خود جغد دوستان عزیز یک نوع پرنده به نام چی؟ جغد یاد میکنیم. داغ بسیار گرم، میگیم همین چای یا همین نوشیدنی خیلی داغه، یعنی چه کاره؟ بسیار گرمه. داغدار، مصیبت زده، میگیم باید ما با عزیزانی که داغدارم غم شریکی کنیم. اونایی که مصیبت دارم باید ما و شما با اونها غم شریکی کنیم. داغ دیده، عزادار. بازم عزیزانی که عزاداری داریم، دارم، کدام عزیزی از دست دادم، عزادارم، داغ دیده ام، باید با اونها هم ما و شما شریک باشیم به غمانها. دروغ داریم، کذب، ناحق. نباید ما و شما دروغ بگیم در زندگی خود، چون دروغ گفتن کار ناپسند و ناجایزه، ناحقه. دوباره تکرار میکنیم عزیزان لغات. داریم جغد، پرنده، داغ بسیار گرم، داغدار، مصیبت زده، داغ دیده، عزادار، دروغ، کذب، ناحق. میشه که عزیز سالای دم عزیزان بیننده عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم اینا را. در ادامه دوستان عزیز بازم ما و شما کلمات مشابه حرف غین، لغت معنی، دریغ، حسرت، دریغا، آه و افسوس، دقا، مکار، هیلگر، دقدقه، تشویش و پریشانی، دقلم، هیلگر، نادرست. دریغا، حسرت.
نباید ما و شما در دنیا حسرت چیزی رو بخوریم. حسرت نداشتن چیزی رو باید ما و شما بخوریم. همیشه باید ما و شما به داشته ها خود فکر کنیم و شکر نعمت های الله متعال باید ما و شما حتما در زندگی به جای آریم در 24 ساعت. دریغا آه و افسوس، دریغا آه ناله، افسوس خوردن، افسوس کشیدن. دقا مکار، هیلگر، کسی که چال و فریب میکنه در کاروبار و در امور زندگی خود. دقا یعنی دقل، فریبکاره. داریم دقدقه، تشویش و پریشانی. دقدقه، میگیم من دقدقه دارم که زندگیم به چی حالت پیش میره. یک دقدقه تحصیل دارم، دقدقه درس خواندن دارم، دقدقه کاروبار دارم، یعنی تشویش و پریشانی دارم. دقل هیلگر نادرست. طبقه که پیشتر گفتم، کسی که در امور زندگی یا در کاروبار خو دقله، یعنی هیلگری میکنه، کارهای نادرست میکنه. نباید ما و شما چنین کارها در امور زندگی خو داشته باشیم. دوباره تکرار میکنم عزیزان، داریم دریغ، حسرت، دریغا، آه و افسوس، دقا، مکار، هیلگر، دقدقه، تشویش، پریشانی، دقل، هیلگر، نادرست. میشه که دوستان از این لغات هم شما یادداشت داشته باشیم و اینا رو بنویسیم که با هم بریم بحث کارخانگی داشته باشیم. خب بینندای عزیز، دوستانای عزیز، بازم ما و شما داریم کارخانگی جمله بسازید مانند جلسات گذشته. برای از این لغات برای هر کدام دو یا سه جمله بسیار قشنگ و عالی می نویسیم. لغت اول ما و شما دوستانای عزیز هست دقل. دیگه ما و شما لغات با هم دیگر خوندیم دقل چی بود؟ فریبکار، هیلگر. لغت بعدی ما و شما هست دوستانای عزیز دریغ، دریغ، افسوس یا آه. دیگه داریم ما و شما جغد. جغد چی بود؟ یاد شمانه؟ پرنده. لغت بعدی ما و شما دوستانای عزیز است دروغ، دروغ گفتن، ناحق گفتن که کار بسیار ناپسندیه. داریم تقضیه، تقضیه یعنی چی؟ یعنی قضا دادن. لغت آخر ما و شما دوستان آیت عزیز تغییر، تغییر به معنای تبدیل یا عوض یا چون باشه دیتا یا داره. نرمیم با هم دیگر صدا کشی میکنیم. دعوال، قعوال، لمعوال. دعوال ری 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 خودی یا جنگ میخوره. شیشم قین اول. داریم جو جج جو سوم، قعوال، دم اول. دو داد دو سوم، ری خودی به او هشتم، قینم اول. داریم تاول، قعوه، زیزی، زی، شیشم هم اول، تقضیه. داریم تاول، تقی، قیقی، قین خودی یا شیشم، تقی یا اول، ری اول، تقییر. داریم دقل، دریق، جغد، دروغ، تقضیه، تقییر. عزیزان بیننده و سواد آموزان عزیز، به این لغات مانند لغاتی که در جلسات قبل با هم دیگر داشتیم طبق همونا قشنگ جمله می نویسیم، می خوانیم، تکرار می کنیم و حتما عزیزانی که یاد دارم بلدم از اونا مشوره بگیریم، شما راهنمایی کنم و لغات پیش از اونا باید بنویسیم بخونیم تا لغات قشنگ یاد گیریم. رسیدیم پایان یکی دیگر از درس های سواد آموزی از دریچه معراج. امید است که درس مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا درس بعدی، برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار شما خوبان.